خب درود دوستان، درود عزیزان، وقتتون خب پوزش میخوام. ما بازم طبق معمول نشد رأس ساعت 10 در خدمت دوستان باشیم. من گوشمو بزنم به شارژ. خب امروز چهارشنبه 9 آذر ماه در ایران و بله دوستان دارن در کامنت هم می نویسن که مثل اینکه تیم جمهوری کثیف آخوندی شکست خورده. البته خب اینا سیاست بازیه، میدونید که قرار نیست که اینها ببرن که بعد مردم در واکنش به اون بیان توی خیابونها و ارباب اونها رو یعنی جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. درود به همه عزیزان، درود به همه دوستان، درود به همه یاران محفل رستاخیز سیمرغ و بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید طبق معمول. البته صحبت هایی بود در فضای مجازی مخصوصا در داخل ایران که نتیجه این بازی هر آنچه که باشد، مردم بعد از این پایان این بازی که نمیدونم کی دقیقا تموم شده و اصلا کی بوده این بازی، قرار بود بیان توی خیابون ها و اون کاری که باید انجام بدن رو انجام بدن. یعنی مردم از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه ضربه خودشون رو به اهریمن بزنن. امیدوارم اگر بعد از این بازی یا حالا بعد از باخت سیاسی تیم به قول معروف مافیایی جمهوری اسلامی، مردم در داخل ایران از این هم استفاده کنن و بیان توی خیابون ها بر علیه اهریمن، همون چیزی که جمهوری اسلامی دلش نمیخواد، ولی مردم بیان و به قول معروف اون اتفاق رو رقم بزنن. حالا شاید هم بیان، منتظرم هستیم اگر ویدیوهاش بیاد که حتما پخش میکنیم. و یادتون باشه در بازی قبلی که جمهوری اسلامی تیم جمهوری اسلامی انجام داد، تو بازی اولش که باخت که مردم اومدن توی خیابون‌ها و توی بالا پشتبون‌ها در حین بازی، در بقول معروف در ابتدای بازی و در حین بازی و بعد از نتیجه بازی که جمهوری اسلامی تیمش باخت، مردم اومدن و بقول معروف بعد از بازی که تموم شد مردم نیومدن، اما قبلش مردم توی خیابون‌ها شعار می‌دادن بر علیه جمهوری اسلامی. و وقتی برد اون مرحله دوم رو، جمهوری اسلامی دید که خیلی زایه است، هیچی تو خیابونا نمیاد، هیچی شادی نمیکنه، چون مردم عزادارن، مردم غمگینن، مردم خشمگینن. اومد چیکار کرد؟ اومد اراذل و اوباش بسیجی و سایبریش رو فرستاد توی میادین شهرها و با اون موزیکایی که گذاشته بود و شروع کرد یک دلغک بازی از خودش در آورد، مخصوصا در میدان ولیعصر تهران. یه سری از این اراذل و اوباش بسیجیش رو در لباس کردی وارد میدان کرد و با آهنگ کردی در میدان ولیعصر شروع کردن به رقصیدن. یادتون هست حتما، یعنی این یکی از ننگین ترین جنایت های کثیف جمهوری اسلامی بعد از همه این اتفاقات، یعنی جنایت هایی که انجام داده بود، حرکت اون شبش در اون بازی بود که در میدان ولیعصر اومد و یک همچین گستاخی در حقیقت میشه گفت به هموطنان کردمون در تهران انجام داد. خب میدونید جمهوری اسلامی از ابتدای به وجود اومدنش هدفش نفاق، تفرقه، بدبینی بین ملت ایران بوده، حالا چه تو خانواده ها چه بین اقوام ایرانی. و اون حرکت اون شبش بی نهایت حرکت به قول معروف نمیدونم چه کلمه میشه واسش گفت که شما یه سری اراذل و باش بسیجیت رو بیاری لباس هممیهن کرد ما رو به تنشون کنی و بعد بیارشون در میدان ولیعصر تهران و با آهنگ کردی اینها شروع کنن به رقصیدن. کی؟ دقیقا زمانی که مردم ایران در شهرهای کردنشین ایران و در سایر نقاط ایران به خاطر جنایتهای جمهوری اسلامی عزادار بودن، عزیزانشون رو از دست داده بودن. از این اهریمن شیطانی هرچی بگی برمیاد، ولی امیدوارم بعد از این بازی که حالا امشب احتمالاً که دوستان میگن باخته بوده، مردم بیان توی خیابون‌ها و اون شعارهایی که باید داده بشه رو فریاد بزنن. این مطلب بسیار بسیار مطلب مهمیه. خب اجازه بدید یه سپاسگزاری کنم از هممیهنانی که از دیشب، یعنی از دیشب بعد از لایومون تا همین الان قبل از لایومون که من داشتم اون پیام رو پاسخ میدادم، لطف کردن هدایایی رو ارسال کردن یا اعلام آمادگی کردن برای این کار و
قبل از این که من لایو رو شروع کنم، یکی از آخرین کارهایی که باید انجام میشد توی این زمینه انجام شد و الان یه مقداری با خیال راحت‌تر نشستم و دارم صحبت میکنم با هممیهنانم. خیلی روزه به قول معروف در کنار همه اون اتفاقاتی که داره میفته، در کنار همه این شامورتی بازی هایی که در سطح جهانی داره برای کشور ما میفته، خیلی لحظات خوب و لحظات شیرینی هم گفتم ما حداقل من جناب کمالپور در رستاخیز سیمرغ داریم تجربه میکنیم، یا اون هم میهنانی که اعلام حمایت کرده بودن، اعلام همیاری کرده بودن و این امروز یعنی در 24 ساعت گذشته این اتفاق افتاد و این هدایا به دست صاحبانشون رسید. اونا هم خیلی حالشون خوبه، یعنی اون کسایی که حالا چه مبلغ 500 هزار تومانی چه مبلغ هر چقدری، اونایی هم که امروز انجام دادن حالشون خیلی خوبه. میدونی چجوری میگم حالشون خیلی خوبه؟ چون پیام‌هایی که برای ما بعدش ارسال میکنن که اون هدیه رو فرستادن، وقتی پیامش رو ارسال میکنن از توی پیام میتونی بفهمی که چقدر حالشون خوبه. دیشب بعد از لایومون، خب من لایو وقتی توی رستاخیز گذاشته میشه ما اینو دانلود میکنیم و توی یوتیوب آپلودش میکنیم، توی یوتیوب هم به صورت لایو پخش میشه. کامنت هایی میومد از همیهنان، یکی از کامنت هایی که اومده بود همون هموطنی بود که من دیشب پیامش رو خوندم، همون هموطنی که در استان خراسان رضوی بود و جشن عروسیش رو کنسل کرد به خاطر غمی که در کشور ایران گسترده شده و بخشی از اون هزینهش رو، هزینه مراسمی که میخواست انجام بده رو صحبت کرده بود، پیام داده بود که میخواد هدیه کنه، همیاری کنه. و بعد از توی همون لایو داشت توی یوتیوب مینوشت که آقای قاسمی من پیام دادم توی تلگرام و شما پیام من نخوندید، ندیدید. که من همونجا واسش نوشتم اگر شما همین ویدیو رو نگاه کنی یکم بری جلوتر، من عین پیامتو میارم جلوی دوربین و توی تلگرام هم بهت پاسخ دادم، شما ندیدی. و بعد رفت دید و اتفاقای بعدی که بعدتر از اونی که افتاد که بسیار جالب بود. امروز اعتصابات در ایران طبق روال گذشته همچنان ادامه داره، اعتصاب کامیونداران و بخشی از اعتصاب بازاریان. دوباره یه فایلی از اتاق فکر جمهوری اسلامی اومده بیرون که در اون فایل مقام‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی دارن با ترس و لرز از اعتصابات صحبت میکنن و ما بارها و بارها گفتیم در مسیر انقلاب یکی از کارهای اساسی و زیربنایی که یک انقلاب به پیروزی برسه، یک رستاخیز به پیروزی برسه، بحث اعتصاباته. یعنی در کنار قیام‌ها، خیزش‌ها، نافرمانی‌های مدنی، مبارزات میدانی، سازماندهی‌ها و همه اینها، یکی دیگه از اصول اصلی یک انقلاب اعتصاباته، اعتصابات سراسری. اعتصابات دقیقا مثل پایه های، من راجع به جرثقیل یه ویدیو گذاشتم روی همین برگه رستاخیز چند وقت پیش که اتفاقا بازخورد بسیار بسیار بالایی داشت در فیسبوک، یوتیوب و همین اینستاگرام، که پایه، یکی از پایه های اصلی نگهدارنده جمهوری اسلامی در این سیستم فعلی عدم اعتصاب در بخش های تولید، صنعت و معادن و بخش تجاری اقتصادیه. یعنی اگر این بخش ها اعتصاب نکنند، اگر این بخش ها دست از کار نکشن، جمهوری اسلامی همچنان میتونه به سرکوب ملت ایران ادامه بده، چون اون مکانیزم، اون ساختار داره در داخل ایران به هر شکلی که هست میچرخه و این کارها داره انجام میشه. ما باید در کنار خیزش ها و قیام هایی که انجام میدیم، هممیهنانی که به هر نوعی در این بخش اقتصادی، تولیدی، صنعتی در ساختار جمهوری اسلامی مشغول به کار هستن، اینها رو قانع کنیم که دست از کار بکشن. خیلی مهمه. مثلا در مورد سنگبوری ها من چند شب پیش پیام یک هممیهن رو از سلفچکان براتون خوندم که درخواست کرده بود از سنگبوری ها در مخصوصا استان مرکزی، استان اصفهان و استان قم، که این سنگبوری ها اگر دست به اعتصاب بزنن اتوماتیک چندین شاخه از
به قول معروف بخش تولیدی در جمهوری اسلامی به زمین میخوابه. یعنی عملا کارخونه دارها وقتی سنگبری ها اعتصاب کنن، کارخونه ها مجبور به اعتصاب میشن، کامیون ها مجبور به اعتصاب میشن و این اون زنجیره اتحاد بین ملت ایران رو شکل میده. کارخونه دار یا به قول معروف سنگ تراش یا سنگبری که به قول معروف کارخونه های سنگی که مواد اولیهش از دل طبیعت ایران داره میاد بیرون و نیازی به واردات نداره، نیاز آنچنانی به واردات نداره یا تجهیزاتش نیاز آنچنانی نداره، این یکی از اون صنایعیه که خیلی راحت میتونه تو اقتصاد جمهوری اسلامی کمک کنه به جمهوری کثیف آخوندی و اگر این بخوابه یک بخش بسیار بسیار بزرگی در بخش صنعت و معدن و ساختمانسازی و بسیاری از شاخه‌های دیگه سازوکار اقتصادی جمهوری اسلامی زمین میمونه. خیلی خوبه این کارخونه ها که اکثرا هم توی استانهای اصفهان، مرکزی، قم و امثال هم هستن، یزد، خیلی خوبه که هممیهنانی که توی این مناطق هستن برید به این شرکت های سنگبری، برید به این کارخونه های سنگبری، قانعشون کنید که دست از کار بکشن. اگر قانع شدن که دست از کار بکشن احتساب کنن که خب قانع شدن، اما اگر قانع نشدن قانعشون کنید. یعنی میتونید توی همون تشکیلات این کارخونه های سنگبری یه سری مانع ایجاد کنید که اینها عملا اون کارخونه ها از کار بیفته. وقتی اون کارخونه ها از کار بیفته دیگه سنگی نیست، تولیدی نیست که کامیون ها ببرن. وقتی تولیدی نباشه کامیون ها ببرن، عملا کامیون دارها دست به اعتصاب زدن. در شهرهای بندری ایران ویدیوهاش اومده بود، چند شب گذاشتم روی برگه. خب کامیوندارهای زیادی اعتصاب کردن ولی همه نیستن. اون بخشی از کامیوندارهایی که حالا به هر دلیلی فکر میکنن که ایران سرزمین یکی دیگه است، یا اون کسایی که توی خیابونها دارن انقلاب میکنن، کشته میشن، عزیزانشون رو از دست میدن، اونها مردم دیگه هستن، از کشورهای دیگه اومدن، یا دغدغه اون آدمها دغدغه این کامیوندار نیست، اونا رو باید وادار به اعتصاب کرد. من توی ویدیوی چند وقت پیش گفتم هر کامیونی که دیدید زمانی که اعتصاب کامیوندارها اعلام شد که الان اعلام شده، هر کامیونی دیدید که داره حرکت میکنه، دو تا از لاستیکای این کامیون به شما مردم ایران حلاله که این دو تا لاستیک رو ترتیبشو بدید، حالا به هر شکلی که میتونید. لاستیک کامیون هم که میدونید فکر میکنم الان نزدیک هر دونه 17 میلیون 20 میلیون 30 میلیون پولشه و اون راننده کامیون قطعا نمیتونه دیگه دو تا لاستیک برای کامیونش بخره که اون کامیون حرکت کنه. بنابراین اتوماتیک دست به اعتصاب میزنه، یعنی از کار میفته. و وقتی از کار بیفته همون چیزیه که ما مردم ایران میخوایم و همون چیزیه که جمهوری اسلامی ازش وحشت داره. خیلی مهمه. بنابراین شهرهایی که تو مسیر ترانزیت هستید، شهرهایی که مثل شهرهای جنوب یا شهرهای مرزی که میبینید کامیون ها تردد میکنن، اون تیم های مبارزاتی یک بخشی از مبارزتون رو بذارید توی این راستا. با ایجاد راه بندان ها شما میتونید مانع حرکت این کامیون ها بشید و خیلی اتفاقات دیگه. میتونید باک این کامیون ها رو سوراخ کنید، گازویلش بره و این کامیون توی جاده میمونه، توی بیابون میمونه. درسته اون راننده کامیون هم هممیهن من و شماست، نباید آسیب ببینه، اما هممیهنی که میبینه تروریست های فاطمیون و زینبیون و هشت و شعبی و همسال هم دارن زن و بچه ایرانی رو تو خاک ایران میکشن و این خیالش نیست، میره بارش رو از بندر میزنه میاره تهران یا از تهران میبره بندر عباس و فقط دنبال اینه که پولش رو بگیره، اون هممیهن باید یک گوشمالی بهش داده بشه. اون هممیهن همون هممیهنیه که چند وقت پیش، یکی دو سال پیش بود اگه یادتون باشه، که می اومدن دغدغه‌شون این بود که ما نمیتونیم قسط کامیون بدیم، ما نمیتونیم گازوئیل بزنیم، ما نمیتونیم نمیدونم پول لاستیک بدیم، بار نیست یا کرایه ها ارزونه و هر روز اعتصاب میکردن اگه یادتون باشه. حالا الانی که باید موتور اقتصادی جمهوری اسلامی توسط کامیوندارها خاموش بشه، متاسفانه بخشی از این کامیوندارها حالا فرصت رو هم غنیمت شمردن، دیدن خب ماشین کمه، وقتی ماشین کمه کرایه بالاست، بنابراین سه تا راننده میذارن رو کامیون و پشت سر هم میرن و میان. اینا رو باید از حرکت بندازید.
این کامیون ها باید از حرکت بیفتن. بعد از اینکه انقلاب ملت ایران پیروز شد، خسارت همه اینها جبران میشه. ولی باید بهشون یاد بدیم که حرکت یا خیزش ملت ایران، رستاخیز ملت ایران، فقط برای دانشجو و نمیدونم کارگر و خانه‌دار و پرستار نیست. این رستاخیز برای ملت ایرانه و ملت ایران مردمانی هستند که در کردستان کشته شدند، در سیستان و بلوچستان کشته شدند، در تهران، در زاهدان، در یزد، در مشهد، در سراسر ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل امروز یه آماری از این آمارهای سفارشی شده منتشر کرد و گفت 448 تن در این به قول معروف اعتراضات اخیر از زبان اینها کشته شدند، در صورتی که این آمار رو شما باید بسیار بسیار بیشتر از این بدونید. یعنی آمار واقعی همیشه اون چیزیه که پشت پرده پنهانه. 440 خورده ای نفر رو شما در استان کردستان اگر بخواید پرپر شدن جوانامون رو در همین رستاخیز توسط جمهوری اسلامی حساب کنید، بیشتر، بسیار بیشتر از 400 خورده ای نفره، بسیار بیشتره. ما داریم صحبت میکنیم با همینان. در کردستان شهری نیست، روستایی نیست که 4-5 تا جوانش رو از دست نداده باشه. اصلا وجود نداره. در همین رستاخیز اخیر رو دارم صحبت میکنم، نه در مورد گذشته. شما اگر یک سری به آرامگاه‌های آرامستان‌های شهرهای کردستان بزنید، استان کردستان، متوجه میشید عکس جوان‌هایی که چه جوان چه پیر فرق نمی‌کنه، چه زن چه مرد، عکس کسایی که از ابتدای این خیزش تا همین الانی که ما داریم صحبت می‌کنیم سنگ قبرهاشون رو ببینید، تصاویرشون رو ببینید، تاریخ‌ها رو نگاه کنید، متوجه میشید که توی این فاصله زمانی چه تعداد انسان توسط جمهوری اسلامی کشته شده. اما اون چیزی که عفو بین‌الملل میاد میگه همون چیز سفارشیه که باید بگه. یادتون باشه در این داستان عفو بین‌المللی که من صحبت میکنم تو بخش زندانیان سیاسیش اسامی که اینها به عنوان زندانی سیاسی اعلام میکنن هرگز نام یک پادشاهی خان نیست، هرگز زندانیان سیاسی واقعی نامشون نیست. در این نامه های عفو بین‌الملل معمولا اسامی مطرح میشه که این اسامی باید مطرح بشه، اکثرا هم اسامی دولتی، یعنی کسایی که قبلا در ساختار جمهوری اسلامی بودن یا مهره های جمهوری اسلامی بودن یا نگهدارنده های جمهوری اسلامی بودن. بارها و بارها در موردش صحبت کردیم. حالا یه نمونهش هم نسرین ستوده و نمیدونم نرگس محمدی و امثال این آدم ها. اما شما در این عفو بین‌الملل و در نامه هاش هرگز نامی از مبارزان واقعی در کف خیابون که زندان هستن نخواهید شنید، هرگز نامی از رضا نوروزی نخواهید شنید، هرگز نامی از رویاها نخواهید شنید. رویا منظورم یوتاب ایرانیه که حتما دوستان با کلیپاش آشنایی دارن. یوتاب همون دختری بود که تصویر رضا شاه دوم رو میگرفت دستش با گل و شیرینی، تصویرهای پرینت شده میبرد توی این پاساژ ها، توی این مغازه ها، توی خیابون ها میداد به دست مردم، تک تک میداد به دست مردم. اون یوتاب ایران بود، بانو رویا. و الان نزدیک 6 ساله که در زندان، 5 ساله که در زندانه. و میدونید که این آدم ها رو فروخت یک انگلی به اسم میترا جشنی که اون موقع در مجموعه فرشگرد بود و این خانم این هم میهنان رو تحویل جمهوری اسلامی داد که اینها بماند اسنادش برای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، چون ما خیلی با این آدم ها کار داریم و همونایی که الان داخل زندانن خیلی با این آدم ها کار دارن. منظورم این بود، صحبت به اینجا رسید که این آماری که عفو بین‌الملل داده آماریه که خود جمهوری اسلامی دلش میخواسته دنیا بشنوه. در 80 روز رستاخیز و در 80 روز قیام در یک کشوری به وسعت 1,644,000 کیلومتر مربع با 85 میلیون جمعیت ظرف 80 روز 440 تا به قول معروف کشته زیاد آمار تعجب برانگیزی نیست از نظر بین المللی. ولی در 10 روز آبان 98 جمهوری اسلامی بالای 7-8 هزار ایرانی رو کشت و تقلیلش داد به 323
ستن. میخوام بهتون بگم این آمارهایی که داره میاد بیرون و گفته میشه آمارهای واقعی نیستن. آمار واقعی رو اگر خواستید بدونید برید یه سری به آرامگاه های شهرها و روستاهاتون بزنید و اون قبرستان ها، اون قبرهای جدید با تصاویر جدید و با تاریخ های جدید رو نگاه کنید. اونجا متوجه میشید عمق جنایت جمهوری کثیف آخوندی چقدر زیاده. دو تا از دوستان درخواست دارم. نه من متاسفانه دوستان نمیخوام کسی رو بیارم بالا، من میخواستم صحبت خودم رو بکنم و بعد از حضور دوستان مرخص بشم راجع به مطلب به قول معروف یه لحظه پوزش میخوام. راجع به اعتصابات گفتیم، اعتصابات باید و باید به شکل گسترده انجام بشه. اگر میتونید، اگر ببینید خیلی جالبه، الان خونواده‌ای نیست در ایران، خونواده‌ای وجود نداره که از وجود زهری سرطانی به اسم جمهوری اسلامی آسیب ندیده باشه. اصلا امکان نداره ایرانی در ایران باشه و از جمهوری اسلامی آسیب ندیده باشه. مهاجران در ایران از جمهوری اسلامی آسیب دیدن، سگا، حیوانات از جمهوری اسلامی آسیب دیدن. حالا وقتی این خانواده ها، درون این خانواده ها به هر حال یکی راننده است، یکی معلمه، یکی نمیدونم کارگره، شاید یکی پرستاره، شاید یکی به قول معروف چی میگن بازاریه، در این خانواده هاست دیگه، یکی نظامیه، یکی ارتشیه. ما خانواده ها چرا نمیتونیم با عزیزانمون صحبت کنیم؟ چرا وقتی میشینیم سر سفره شام میخوایم بخوریم، نهار میخوایم بخوریم، نمیدونم صبحونه میخوایم بخوریم، چرا نمیگید به برادرت؟ چرا نمیگی برادر من تو که نمیدونم مهندسی در نمیدونم شرکت نفتی، تکنسیان برقی یا هر چیزی هستی، چرا با خود پیش خودت فکر نمی کنی زمانش رسیده که دست از کار بکشی؟ تو که میری سر کار هشتت گروه 24ته همیشه لنگی. خب پس این کار کردن توی این شرایط، فقط داری به جمهوری اسلامی نفس میدی، فقط داری به جمهوری اسلامی کمک میکنی که اون برادر کوچیکی که شب میره توی خیابون جمهوری اسلامی بیاد اونو با تیر بزنه بکشه. تو داری این کار رو میکنی برادر من. پدر، اگر پدرت نظامیه، اگر ارتشیه، حتی اگر تو نیرو انتظامیه، حتی اگر سپاهیه، خب چرا این خانواده ها با همدیگه صحبت نمیکنن؟ چرا ما از دل خانواده، از دل خانواده نمیایم مشکل مملکتمون رو حل کنیم؟ از دل خانواده ما باید مشکلمون رو حل کنیم. همه دارید، همه میدونید، توی فامیلتون، توی خانوادتون به هر حال یه کسی توی یه بخشی از این جمهوری اسلامی داره کار میکنه، نه برای یه جمهوری اسلامی، داره برای کشورش کار میکنه، اما اون کشور امروز در اشغال جمهوری اسلامیه. خب بیایم با همدیگه صحبت کنیم، بیایم تصمیم بگیریم، از دل خانواده ها بیایم تصمیم بگیریم. مادر محترم خانواده، شما معلم دبیرستانی، معلم مدرسه ای، شما بیا هم خودت و هم همکارانت با همدیگه گفتگو کنید، دست به اعتصاب بزنید. مگر نمیبینید دانش آموزان که میان در مدرسه جمهوری اسلامی دانش آموزان رو با اسلحه، با ساشمه و با تیر جنگی میزنه؟ مگر نمیبینید در دبیرستان شاهد اردبیل حمله کردن اراذل اوباش جمهوری اسلامی و دختران دانشجو رو زدن، چند تاشون رو بردن، دو سه تاشون هم که پرپر شدن؟ خب مگر اینا رو نمیبینید؟ کی قراره این ذهن اون معلم یا اون مادر خانواده رو تکون بده؟ شما فرزند، من فرزند، من باید بشینم باهاش صحبت کنم بگم مادر تو وقتی میری در مدرسه و ساختار آموزش و پرورش کثیف جمهوری اسلامی رو از کار نمیندازی و لنگش نمیکنی، بنابراین جمهوری اسلامی از این بابت خیالش راحته. شب میاد اون پسر کوچیکت که رفته توی خیابون داره اعتراض میکنه و داره قیام میکنه اونو میکشه، فردا تو هم میشی مادر داغدار. یعنی معلمی که خودش میره سر مدرسهش، سر کلاسش، یعنی به شعورش توهین میکنه ولی میره سر کلاسش، فردا که فرزندش کشته شد خودش میشه مادر داغدار.
همینین، ما ها همینین، ما یک ملتی هستیم که در یک چارچوبی به نام ایرانیم. اون مادران داغداری که اخیراً داغدار شدن، در این رستاخیز داغدار شدن، شاید زمانی که آبان 98 داشت اتفاق می افتاد، شاید زمانی که پویا و پویاها پرپر شده بودن، شاید این مادرها هرگز فکر نمی کردن یه روزی جگرگوشه خودشون توسط جمهوری اسلامی زیر خاک خواهد رفت. شنیدید میگن همیشه مرگ برای همسایه خوبه؟ این مثال ها، بعضی از این مثال ها برای فریب ماست. نه، همیشه مرگ برای همسایه نیست، یه بارم برای من و شماست. اون کسانی که در این رستاخیز عزادار شدن، خیلی هاشون شاید فکرش رو نمی کردن که یه روزی یه جایی بشینن که چند سال پیش مادر ستار بهشتی نشسته بود. اون پدرها که امروز عزادار شدن، شاید خیلی هاشون فکر نمی کردند که اگر یه روزی صدای منوچهر بختیاری رو دارن میشنون، یه روزی خودشون جای منوچهر بختیاری میشینن. ما یک دشمن داریم که این دشمن اومده برای نسل‌کشی ما ایرانیان. اصلا سوگند یاد کرده، خمینی سوگند یاد کرد. خمینی زمانی که اومد، جدا از اینکه توی کتاب ولایت فقیهش نوشته بود، در بهشت زهرای تهران گفت اسلام پوست شما را میکند. مگر نگفت؟ مگر نشنیدین؟ گفت من ملت نمیخوام، ما میخوایم امت بسازیم. خمینی گفت. خمینی قبل از این که بیاد روی کار، با کشتار اومد، با ترور اومد، با ایرانی کشو اومد. و بعد از این که اومد سر کار به صورت رسمی، همون شب 23 بهمن در پشت بام مدرسه علوی، ژنرال های ارتش ایران رو اعدام کرد، تیرباران کرد. مگر نکرد؟ شاید خیلی از این هممیهنانی که امروز داغدار شدن، هیچ وقت نفهمیدند دردی که خانواده اون ژنرال ها توی 23 بهمن کشیدن چه دردی بود، اما امروز میفهمن. اون روز اون خانواده ها درد کشیدن، ناله زدن، گریه کردن، زجه زدن، و بخشی از ما ملت ایران اومدیم توی خیابون گل و شیرینی تقسیم کردیم. اینا رو که دارم میگم، اون 57 ها، اونایی که یادشونه اون روزگارو، من نبودم. من 1359 به دنیا اومدم، ولی دیدم و خوندم و شنیدم که مردم ناسپاس ایران، همون شبی که خمینی داشت ژنرال های ارتش ایران، که هر ژنرال اون زمان میلیون ها دلار براش هزینه شده بود که از ایران پدافند کنه، همون شبی که خمینی ژنرال ها رو کشت، ترور کرد، مردم فرداش اومدن توی خیابون ها گل و شیرینی تقسیم میکردن. وقتی فردا در روزنامه های کیهان و اطلاعات تیتر میزدن 444 نفر از مقامات رژیم نمیدونم فلان فلان پهلوی به دستور آیت الله خلخالی اعدام شدن، مردم میومدن توی خیابون ها شیرینی پخش میکردن، گل میدادن به هم، شادی میکردن. چقدر دنیا کوچیکه، چقدر طول کشید که همه ما مردم ایران امروز بشینیم جای فرزندان و مادران اون جنرال هایی که خمینی به ناجوان مردانه کشت. چقدر طول کشید؟ 43 سال. 43 سال اصلا رقمی نیست، زمانی نیست. بنابراین امروز هم همینه، هم میهن من. شمایی که توی بخش سازمان ها و ساختار ها و ارگان های چه دولتی چه لشکری کار میکنی، تو وزارتخونه ها کار میکنی، تو پتروشیمی ها کار میکنی، تو پالایشگاه ها کار میکنی، تو سنگبری ها کار میکنی، تو هر قسمتی که کار میکنی، چرا فکر نمیکنی
کاری که تو داری انجام میدی داری کمک میکنی به نیروی سرکوبگر که شب بیاد توی خیابون فرزندت رو بکشه. چرا اینجوری فکر نمیکنی؟ چرا فکر نمیکنی اون جوونی که اومده توی خیابون، اون دختر 16 ساله که اومده توی خیابون، چرا فکر نمیکنی اونم دختر توه؟ خب تو نمیتونی بری تو خیابون کمکش کنی؟ نمیتونی بری کمک کنی؟ میگی من نمیتونم برم، میترسم، اون دختره خیلی مردتر از منه. یه کاری میتونی بکنی، حداقل نرو سر کار، اعتصاب کن، حداقل همکارات رو دعوت به اعتصاب کن، پیش وجدانت بگو من نمیرم برای حکومتی کار کنم که این حکومت دست رنج من رو شب میده به اجنبی ها، شب میده به تروریست های فاطمیون و زینبیون و هشت و شبی که برن دختر همسایه منو بکشن. من این کار رو نمی کنم. نه، کلمه نه تو دهن ما ایرانی ها خیلی متاسفانه بد میچرخه، دوست نداریم بگیم نه، نمیتونیم بگیم نه. اونجایی که باید بگیم نه نمیگیم نه، اما اونجایی که نباید بگیم نه میگیم نه، برعکسیم ما. حالا هر خانواده، هر تک تک ایرانیان، یعنی تک تک من و شمایی که اینجا هستیم، اگر میدونیم فامیلمون، برادرمون، پدرمون، مادرمون، خواهرمون در یکی از این سوراخ سنبه‌های ساختاری این حکومت کار میکنه، اصلا وظیفه داریم بریم باش صحبت کنیم. بیاین 4 تا از این ویدیوهای دختران و زنان ایران، جوانای ایران، جوانایی که پرپر شدن، بیاین اینا رو نشونشون بدیم، بگیم آقا تو داری میری سر کار برای این، تو داری کمک میکنی به جمهوری اسلامی که دختر همسایه رو بکشه، که پسر همسایه رو بکشه، تو داری کمک میکنی. اگر اقتصاد ایران، اگر این اعتصابات در ایران شکل بگیره، به صورت گسترده شکل بگیره، اصلا چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداره دیگه. من نمیفهمم اون کامیون داری که الان میشینه پشت فرمون کامیونش دنده عوض میکنه از تهران به بندر عباس برای نمیدونم 5 میلیون، 2 میلیون، 1 میلیون یا 10 میلیون چی فکر میکنه با خودش؟ قیمت فرزندت، قیمت خون فرزندت 10 میلیون تومنه، 20 میلیون تومنه، 100 میلیون تومنه. شما 10 تا بار هم توی این فاصله بردی، کامیون ها اعتصاب کردن، بار خوبه، بدو برید. اصلا 10 تا 10 سرویس هم رفتی اومدی، 100 میلیون هم گرفتی. بنده خدا تو داری میری تو جاده، دخترت داره میره مدرسه، دخترت داره میره مدرسه، جای دوری هم نمیخواد بره، تو همون مدرسه ماموران وحوش سرکوبگر میریزن میزنن تو سرش، با باتون میمیره، میمیره، مگه نکشتن؟ حالا تو برو میلیارد در بیار. مگه شما تو مملکت زندگی نمی کنید؟ یا اون نظامی، یا اون سپاهی، یا اون ارتشی، چرا فکر میکنید مرگ برای نیکتاها و محساها و پویاها و ستارها و ایساها و بهنامها و امثال همه، چرا اینجوری فکر میکنید؟ چرا فکر نمیکنید همین فرزندت که با بدبختی بزرگش کردی ممکنه قربانی بعدی او باشه؟ ببین، گفتم کسایی که امروز داغدار شدن شاید در آبان 98 اگر بهشون میگفتی براشون مهم نبود. اون که پسر منوچهر بختیاری بود، اونم که پسر گوهر عشقی بود، اون یکی هم که پسر پروین بود، اون یکی هم که پسر خود خودم یا مرزشون، نهایتش این بود دیگه. اما امروز خودشون به جای نشستن که اون روز مادر ستار بهشتی زجه میزد. شاید فردا من، شاید فردا شما، همین شمایی که داریم برنامه رو میبینی، شاید شما بشینی جای یکی از این پدر مادرها، یا نه فرزندی بشی که پدر مادرت رو جمهوری اسلامی از دست داده، گرفته ازت. ببینید، دشمن اومده تو خونه ما سال 57، دشمن اومده و این دشمن داره تک تک ما رو نابود میکنه. حالا بعضی موقع تک تکی نابود میکنه، بعضی موقع دستهی نابود میکنه. اصلا جمهوری اسلامی اومد برای نسل‌کشی ایرانی، اصلا جمهوری اسلامی چیزی به نام ملت ایران رو قبول نداره.
اصلا قبول نداره. نه فقط جمهوری اسلامی قبول نداره، ارباب های جمهوری اسلامی هم قبول ندارن. اصلا میگن چیزی به نام ملت ایران سمه. میدونید چرا؟ من قبلا در موردش صحبت کردم. چون ما یک ملت بی‌نظیریم در دنیا، واقعا بی‌نظیریم. در هر چیزی که شما نگاه کنیم ما ملت ایران ملت بی‌نظیری هستیم. منتها قدرت خودمون رو گم کردیم. گمم نکردیم ما، انقدر تو ذهنمون مزخرف فرو کردند که گیج شدیم، من شدیم. تعادل نداریم، نمیتونیم فکر کنیم، نمیتونیم تمرکز کنیم. به ما گفتن اون یکی ترکه، بیا بریم براش جوک بسازیم، برای ترکه بهش بخندیم. لوره رو دیدی؟ بریم برای لوره جوک بسازیم بخندیم. اون کرده سمتش نریا، اون کرده اونا سر میبرن، اونا خیلی آدم های خطرناکی هن. بلوچستان، این بلوچ ها، بلوچ ها همه قاچاقچی هن. اصلا نرید دنبال بلوچ ها، بلوچ ها همه قاچاقچی هن. اصفهانی ها خسیس فلان. اینو کردن تو ذهن ما، اینو کردن تو ذهن ما که 43 سال درگیریم، درگیر یه مش انچوچکی هستیم که تمون خودشون رو نمیتونن بکشن بالا. ولی چون ترکوندنمون، یعنی خانواده رو پکوندن، نمیتونیم به هم برسیم، نمیذارن به هم برسن این دستا. چون انقدر نفاق و دروغ بین ما رواج دادن که نمیذارن، یعنی مانع میشن که این دستها به هم بچسبه. ولی خوشبختانه، خوشبختانه با همین فضای مجازی، با همین کلیپ های کوتاه، با همین ویدیوها، با همین صحبت های هممیهنان از گوشه گوشه ایران با لهجه خودشون، داره این دروغ ها، داره این شکاف ها، داره این نفرت ها پراکنده میشه. داره یک ملت صیقل یافته ای میشیم. وقتی تو زاهدان جمعه خونین رقم خورد توسط جمهوری اسلامی، کل ملت ایران این درد رو حس کردن. چه زمانی شما میتونید درد رو حس کنی؟ یه بدن، ساختار یک بدن به گونه ایه که شما اگر نوک شست پات یه دونه تیغ بره تا مغز سرت خبر میاد، یعنی کل بدنت متوجه میشه که یه تیغ رفت تو پات. چه زمانی متوجه نمیشی؟ زمانی که پات بی‌حس باشه، یک داروی بیهستی توی پاهات یا توی دستت تزریق کرده باشن، شما اونجا درد رو نمیفهمی. این اختلاف و نفاق و دروغ بین ملت ایران دقیقا کار همون آمپور بیهستی رو میکنه. به ما آمپور بیهستی زد خمینی، گفت تو خانواده ها برادر بره بر علیه برادرش اگر منافقه یا اگر ضد جمهوری اسلامیه حتما بره گزارش بده به کمیته، این در راه فی سبیل الله داره خدمت میکنه. اون همون آمپور بیهسیه بود که به ما زدن. و متاسفانه نزدیک 35 سال این آمپور بیهسیه اثر داشت، کار میکرد، بدن ما رو از کار انداخته بود. اگر انگشتمون قطع میشد متوجه نمیشدیم، اگر چوب تو چشممون میرفت متوجه نمیشدیم، اگر میخ کف پامون میرفت متوجه نمیشدیم. ولی بعد از این 35-6 سال با اومدن فضای مجازی و گفتگوی هم میهنان با هم، اون آمپور بیهسی داره یواش یواش بی اثر میشه. کار به جایی رسیده، کار به جایی رسیده که زاهدانی که خودش جمعه خونین داره، زاهدانی که این همه بهش ستم شده ظرف 40 چند سال، زاهدانی که این همه هممیهن بلوچ متوسط جمهوری اسلامی کشته شدن، میاد در زاهدان در خیابانها و فریاد میزنه کردستان تنها نیست، میگه کردستان چشم و چراغ ایران. چقدر قشنگه، اون بیهسیه از بین رفته. هر چقدر این بیهسیه بیشتر از بین بره، ما ملت ایران پیروزتر میدانیم. شاید هنوز نتونسته باشیم انچوچکای جمهوری اسلامی رو پایین بکشیم،
اما یه کار بسیار بزرگ کردیم، همون چیزی که جمهوری اسلامی نمیخواست، همدیگر رو پیدا کردیم. اون لایه بی‌اعتمادی، نفاق، دروغ رو کنار زدیم، پرده ها رو کنار زدیم و همدیگر رو دیدیم. این اون چیزیه که نه جمهوری اسلامی میخواد نه ارباب جمهوری اسلامی. اما لازمه کار ملت ایران همین مطلبه. در مورد بی‌تفاوتی دیشب یه صحبته انجام شد، الان هم همونه. اون درد مشترک ما ملت ایران که درمانش عدم بی‌تفاوتی بود، شده درد همه مردم ایران و اون بی‌تفاوتی داره از بین میره. شما نگاه نکن اگر کامیوندارها میان اعتصاب میکنن، یه بخشی از کامیوندارها همچنان کار میکنن دنبال منافع شخصشون، اما مطمئن باش اونها هم به جرگه ملت میپیوندن. اونها هم یه جای متوجه میشن که دارن اشتباه میکنن. وقتی دیدن اکثریت رفتن توی اعتصاب، اتوماتیکوار اونها هم وارد اعتصاب میشن و دیر یا زود به جمع ملت میان. اما ما برای اینکه زودتر به جمع ملت بیان، باید خودمون کمکشون کنیم، از اون طریقی که گفتم دوستان میتونن انجام بدن. میخوام برگردم سراغ کاری که در رستاخیز سیمرغ چند روزه داریم انجام میدیم. یه سری هم میهنان لطف میکنن، خیلی جالب، باور کنید یه سری پیام ها اینقدر قشنگه، اینقدر زیباست. امیم یک شما بخونم براتون. هر موقع من با این گوشیم کار دارم که میخوام یه مطلبی رو از توش در بیارم، قاطی میکنه. ولی خب الان برمیگرده، برگشت براتون میخونم. یه هموطنی پیام داده بود دیشب بعد از برنامه، دقیقاً کپی پیام‌های قبلی، یعنی توی همون تم با همون معنی، که آقای قاسمی من بعد از این صحبت‌ها یکم فکر کردم، با خودم خلوت کردم، کارگرم، خرج خودم هم نمیتونم در بیارم، اما منم فکر کردم باید در این حرکت، در این انقلاب درونی ملت ایران منم باید سهیم باشم. پیامش تلگرام هم هنوز باز نشده، باز بشه براتون این پیامش رو میخونم. میگه منم میخوام در این حرکت، آقا کسی اسلحه پشت کله طرف نذاشته که، مثلا نمیدونم اون طرف کجاست. همین هموطنانی که الان دارن این ویدیو رو لایو میبینن یا بعدن اینو توی یوتیوب یا تلگرام و امثاله هم میبینن، من که اسلحه کسی پشت سر طرف نذاشته که آقا برو حتما پیام بده، حتما هم بگو مثلا من این مبلغ رو میدم و بده و بده. نه، طرف میتونست ویدیوی منم نگاه کنه بگه بابا این دیوانه است، چی داره میگه برای خودت، برو دنبال کارت ببینیم بابا. من برم مثلا امیر تتلو ببینم، من برم ندا یاسین ببینم، نمیدونم کیه اون یکی، دنیا جهان بخش ببینم، بذار برم نمیدونم پرستو صالحی ببینم، اصلا اینا رو ولش کن. آقا این چی داره میگه، من برم سیما ثابت ببینم تو رژیم اینترنشنال، من برم رعنا رحیم پور در بی بی سی ببینم، حداقل یه چیزی به در بخور ببینم. ولی نه، اونا رو نگاه نمی کنه. اونا رو نگاه، ببین به کجا رسیدیم که اونها رو نگاه نمی کنن، میشینن پای لایو رستاخیز سیمور و صدای نتراشیده نخراشیده سعید قاسمی رو مثلا گوش میکنن. و این صدا و این کلام و این گفتار چون منطقیه، چون از دله، چون دیکته شده نیست، چون برنامه پشتش نیست، چون سناریو پشتش نیست، این یک گفتگوی دلیه. و این گفتگوی دلی چیزیه که توی هیچ کدوم این رسانه‌ها و این خبرگزاری‌ها و فلان اصلا خبری ازش نیست، به دلش میشینه و توی مغزش، توی فکرش، توی وجدانش پیش خودش میگه که خب درسته، منم یه ایرانیم، اینا همسایه‌مه، اونم فامیلمه، اصلا من خانواده دارم، برادر دارم، سه تا برادر دارم، چند سال بهشون زنگ نزدم، نمیدونم دو تا خواهر دارم
به خاطر یه مسئله در عید نوروز چند سال پیش یه اختلافی بین ما پیش افتاد سر نام قرمه سبزی که تاش سوخته بود و 5 6 سال اصلا باش صحبت نکردم. ای خواهرمه، دلم تنگ شد براش، بذار بهش زنگ بزنم. و میره بهش زنگ میزنه، میره پیداش میکنه، میره با برادرش گفتگو میکنه، میره با پدرش آشتی میکنه، میره با مادرش آشتی میکنه. میگه دلم تنگ شد برای اون سفره‌ای که پدرم مینداخت 10 تا نمیدونم 15 تا زن و بچه و عروس و داماد میشستن دور اون سفره روز عید نوروز، میگفتن و میخندیدن، یه خوراکی هم میخوردن همه با هم، شاد بودن. این شادی رو جمهوری اسلامی از ما گرفت و اون آدم و اون آدم ها تو ذهنشون یه همچین چیزی میچرخه توی همه این تاریکی ها و سیاهی هایی که داره اتفاق میفته، اما ذهنشون میره اونجا و میبینه چقدر حالش خوب شد، تصمیم میگیره همون روش رو ادامه بده، این روش ها رو بریزه سطل زباله، اینا مال ما نیستن. جمهوری اسلامی زمانی که اومد، قبل از اینکه بیاد، اون قدیمی ها همه میدونن اینا رو، پدر کار میکرد یا مادر هم باش کار میکرد، پدر و مادر کار میکردن، 10 تا 8 تا 9 تا 7 تا بچه و عروس و داماد زندگی میکردن، یعنی با کارکرد پدر و مادر 7-8-10 نفر هزینه هاشون تأمین بود، یادتونه؟ اما جمهوری که اسلامی که اومد، اون 7-8-10 تا فرزند اگر کار کنن نمیتونن هزینه پدر مادره رو بدن. ببین فرق تا کجاست. حالا بخشیش به خاطر اختلافات، بخشیش به خاطر کدورت هاست، بخشیش به خاطر مسائل اجتماعیه، بخشیش به خاطر بد اخلاقی های ما خودمون ایرانی هاست، اما بخش زیادش به خاطر مسائل اقتصادیه. اینو ما باید درستش کنیم، ما باید دنده عقب بریم. خیلی ها میگن آقا بازگشت به عقب غلط است. خب غلط میکنی که میگی غلط است. تو در 1400 سال پیش گیر کردی، بعد به من ایرانی میگی اگه میخوای برگردی به 50 سال پیش کارت غلطه. تو هنوز تو 1400 سال پیشی، داری زور میزنی همه رو ببری 1400 سال پیش، بعد به من ایرانی میگی میخوای برگردی به 40 سال پیش 45 سال پیش غلطه. دیدید دیگه این روش انفکران رو میگن ما باید به جلو بریم. آقا به جلو برو، اما به کدوم جلو برو؟ این کجراهی که سال 57 برای ما درست کردن، این کجراه تهش دررست، تهش سقوطه، تهش همین چیزی که داریم میبینیم. پس ما باید برگردیم این کجراه رو و راه مستقیم رو بریم. ما نمیتونیم میانبر بزنیم، میانبر بزنیم گم شدیم، میانبر بزنیم خوردنمون، بردنمون، نابودمون کردن. میانبر میدونید توی بحث سیاسی به چی میگن؟ به بحث رفراندوم میگن، به بحث تحول شکلی میگن، به بحث رفرم شکلی میگن. هر کدوم این مسیر رو بریم نابود شدیم، نابود شدیم. چیکار باید بکنیم؟ باید برگردیم به همون سال 57 و راه مستقیم رو بریم، همون راهی که ظرف 57 سال ایران ساخته شد، اونو باید ادامه بدی. نمیگم با اون شرایط، با اون ضوابط، با اون حکومت، اون به انتخاب مردم، اما اون کجراه رو ما باید درستش کنیم. شما وقتی میری تو جنگل گم میشی، نمیتونی هی کج توی اون راهی که رفتی هی بزنی به چپ بزنی به راست، هر چی بری میری در عمق جنگل، در عمق تاریکی گم میشی. بهترین راه و منطقی ترین راه چیه؟ همون مسیری که اومدی رو برگردی، برسی به اون نقطه‌ای که بودی. در عالم سیاست هم همینه، در کشورهای مانند کشور ما ایران هم همینه. یه نگاه کنید به افغانستان، ببینید در زمان ظاهرشاه، ببینید در زمان ظاهرشاه افغانستان چجوری بود. برید همین الان سرچ کنید توی یوتیوب نگاه کنید، باورتون نمیشه. در دوره شاهنشاه آریامهر و رضا شاه، اصلا باورتون نمیشه. ای افغانستان اینقدر پیشرفت کرده بود، چی شد؟ چیکارش کردن؟ حالا برید نگاه کنید افغانستان رو. حالا برید افغانستان رو مثال زدم برای که یک کشور دیگه غیر از خودمون رو هم ببینیم.
اصلا چیزی که در مورد ایران اتفاق افتاد، جایگاهی که ایران و ایرانی داشت و ویران شد رو بذاریدش کنار، بذاریدش برای درد دل خودمون. برید حداقل افغانستان رو ببینید، ببینید چی شد. چرا؟ چون نخواستن برگردن به اون جایی که اشتباه رفتن. نه اینکه مردم اشتباه برن، اشتباه بردنشون، یعنی هولشون دادن تو سرازیری سقوط، همون کاری که با ما سال 57 کردن. بنابراین بسیار بسیار این نکته مهمه که دیشب هم گفتم بازم تکرار میکنم، ما برای اینکه بتونیم این رستاخیزمون رو به پیروزی برسونیم باید آبان 98 مون رو زنده کنیم. آبان 98 نشانه داشت، شاخصه داشت. آبان 98 شناسنامه داشت. آبان 98 ایرانی بود. چرا؟ چون شعارش ایرانی بود. این مطلب مطلب مهمیه. بعد از گفتگوی دیشب دوستا ویدیو اومد از تهران، خوزستان و جاهای دیگه، هممیهنان یه تعداد هممیهن جمع شده بودن ویدیو گذاشتن، رضا شاه روحت شاه، جاوید شاه، بگو برگرد شاه، ای شاه ایران برگرد به ایران، و اینا پخش شد. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. اگه تو شهرتون الان مردم تو خیابون نیستن، شما 5 تا 6 تا 10 تا دوستید دیگه، خانواده اید، اصلا خانواده اید، برید رو پشت بونتون ویدیو بگیرید روی آسمون، بگید رضا شاه روحت شاد، بگید جاوید شاه، بگید ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، بگید ما شاه میخواییم، نه مولا، لعنت به تو روح الله، بگید ای شاه ایران برگرد به ایران. همه با هم 5 نفر، 4 نفر، 10 نفر، هر چند نفر که هستید، این ویدیوها و این حرکت ها در گوشه گوشه ایران یه دفعه تبدیل میشه به آبان ماه، یه دفعه کل ایران رو میگیره. این کار رو بکنید تو هر کجای کشور که هستید. نیازی نیست الان مردم تو خیابون باشن شما بری شعار رو بدی. خودت، زنت، فرزندت، پدرت، مادرت، اگر به این نتیجه رسیدی که باید کشورتو نجات بدی، این گام اوله، انجام بدید، انجام بدید و ویدیوهاشو پخش کنید. دوست داشتید در رستاخیزم بفرستید، ما هم پخش میکنیم. اون سبزی پلو با ماهی، نه اینوری نه اونوری رو بزنید تو حاشیه. اون شعار شعار انحرافی بود، اون شعار شعار این بود که رضا شاه روحت شاد ها فراموش بشه. برگردونیم آبان 98 رو با همین شعارها، برگردونیم، ویدیو درست کنیم، ویدیوشو بفرستیم، ویدیوشو پخش کنیم، با قدرت صدا کنیم رضا شاه روحت شاد. چرا؟ چون پشت این فریادها ایران خوابیده، پشت این فریادها، یعنی شما ایستادی، نه با انگلستان شوخی داری، نه با اسرائیل، نه با آمریکا، نه با عربستان، نه با جمهوری اسلامی، نه با هیچ ایران ستیزی دیگه. رضا شاه با همه این مافیای جهانی جنگید، یک نفره. شاهنشاه آریامهر هم با همه اینها جنگید. البته سال 57 این مافیا موفق شدن از خودفروشان ایرانی استفاده کنن و دروازه های ایران رو به روی اهریمن باز کنن. این اتفاقی بود که افتاد. حالا بیایم این کار رو انجام بدیم. این هم یه نوع مبارزه است. امتحان کنید تو حیاتتون، رو پشتبونتون، تو کوچهتون، همسایی ها رو دعوت کنید، فریاد رضا شاه روحت شاد سر بدید، فریاد جاوید شاه سر بدید، بگو برگرد شاه سر بدید، و این ویدیوها رو بگیرید و بفرستید، پخش کنید تو فضای مجازی. دوربینتون رو به آسمونه، صورتتون پیدا نیست. اگر کسی میگه صورتم پیدا یا آدرس خونم، نه، دوربینتون بگیر رو آسمون و این فریاد رو سر بده. مجبور کنید رسانه های ایران ستیز رو که دنبال روی مردم باشن، نه اینکه اونها مردم رو دنبال روی خودشون بکنن. ما آبان 98 این کارو کردیم، از فضای مجازی استفاده کردیم، رسانه ها رو دنبال خودمون کشیدیم. ما وقتی میگم یعنی ما ملت ایران، رسانه ها رو دنبال خودمون کشیدیم. اما در این خیزش متاسفانه این رسانه ها هستن که دارن مردم رو به دنبال خودشون میکشن و این غلطه. ما چوب تبلیغات سمی رسانه رو سال 57 خوردیم، در طول عمر کثیف جمهوری اسلامی هم خوردیم. همین رسانه ها هر زمان که جمهوری اسلامی میخواست تبلیغ های نمایندگان تبلیغ شورای اسلامیش رو انتخاب کنه، همین رسانه ها کمکش میکردن،
هر زمان میخواست رئیس جمهور انتخاب کنه، همین رسانه‌ها به اسم مخالف کمکش میکردن، مردم رو میکشیدن پای صندوق رأی. مگر نمیکردن این کارو؟ چرا فکر میکنید الان در اوج رستاخیز ملت ایران این رسانه‌ها دلشون برای من و تو ایرانی سوخته؟ نه، اینها منافعشون در بودن جمهوری اسلامیه. بنابراین با همین ویدیوها ما میتونیم بازی رو برگردونیم، میتونیم آبان رو زنده کنیم و میتونیم رستاخیزمون رو پیروز کنیم. 5 دقیقه فرصت دارم، میخوام برم روی بحث همیاری. دوستانی زیادی لطف کردن در طول این چند روز، هدایایی رو دادن و دوستان زیادی هم لطف کردن، خانواده هایی رو معرفی کردن که این هدایا بهشون رسیده شد. اما یه سری از این خانواده هایی که هدایا باید بهشون رسیده بشه آمارشون بیشتره. بنابراین از دوستانی که داخل ایران و حتی خارج از کشور دوست دارم توی این رستاخیز ملت ایران، نه رستاخیز انقلابی، رستاخیز وجودی تک تک ما ایرانیان سهمی داشته باشن، دوست دارن به هم میهنشون هدیه‌ای بدن، میتونن خودشون این کار رو انجام بدن. داخل ایران فامیلی، اقوامی، دوستی، رفیقی توی همسایه‌هاشون دارن، برید و این کمک رو بکنید. اما اگر نمیتونید یا پیدا نمی‌کنید یا نمیخواید این کار رو بکنید، میتونید به برگه رستاخیز سیمرغ پیام بدید. ما الان خانواده هایی رو داریم که در لیست انتظار هستن. لطفاً و لطفاً و لطفاً اگر میتونید همیاری کنید، به من، به رستاخیز سیمرغ، به آقای مهران کمالپور در رستاخیز سیمرغ قرار نیست پول بدید دوستان. به ماها قرار نیست یک سنت بدید. شما قرار اعلام کنید، اون خانواده ها هم اعلام میکنن، ما شما رو به همدیگه وصل میکنیم و این هدیه شما مستقیم میره به دست اون کسی که باید برسه. این یک مرکزه، یک میدونیه که هر دو طرف خانواده ها به ماها اعتماد میکنن، چه اون کسی که بخواد هدیه بده و اون کسی که هدیه رو نیازمنده. بنابراین خواهش میکنم ازتون، اگر میتونید هدیه بدید، اگر میتونید دست هم میهنتون رو بگیرید، به این برگه رستاخیز سیمرغ پیام بدید توی دایرکت. چه اونایی که توی یوتیوب این ویدیو رو میبینن، چه اونایی که توی تلگرام میبینن، بیاید توی اینستاگرام رستاخیز، یعنی رستا دوتا آ خیز دات سیمرغ با لوگوی آبی، ویدیوهای لایو من و جناب کمالپور هم در این برگه موجوده. ما دوتا برگه داریم، یکی رستا آ خیز سیمرغ، یکی رستاخیز دات سیمرغ دو. همین دوتا برگه ما در اینستاگرامه و دیگه رستاخیز سیمرغ اکانت نداره. اکانت شخصی من و جناب کمالپور هم که توی فالوورهای هر دو رستاخیز موجوده. بنابراین منتظرتون هستیم که پیام بدید، اعلام کنید، حمایت کنید، همیاری کنید. ضمن این که کسایی که همیاری میکنید از داخل ایران، فقط این نیست که خودتون همیاری کنید، شما یه مسئولیت دیگه دارید. برید با دوستانتون، اقوامتون، خویشاوندانتون هم صحبت کنید، اونها هم بیارید توی این طرح، اونها هم بیارید توی این رستاخیز، ازشون دعوت کنید بیان، یا خودشون رو معرفی کنید به ما، ما رو بهشون معرفی کنید، یا اینکه شما کمک ها رو جمع کنید بعد به ما اعلام کنید هدیه ها رو و بعد ما به شما بگیم هدیه رو کجا بفرستید. اون کشاورز، هموطن کشاورزی دیشبیمون امروز همین کار رو کرد، جدا از هدیه ای که خودش داد رفت با دوستانش صحبت کرد و یک مبلغی هم از دوستانش تونست جمع کنه که هدیه بده به هممیهنانش. اینو هم وظیفه خودتون بدونید. یعنی ما ایرانی ها در کنار زندگیمون، در کنار مبارزمون، یه وظیفه دیگه هم داریم، وظیفه انسانیمون، کمک به هم نوعمون، کمک به هممیهنمون، کمک به هموطنمون، که در حقیقت میشه کمک به خودمون. سپاسگزارم از همه دوستان. لطفاً برنامه رستاخیز سیمرغ رو به دیگران معرفی کنید، این لایو رو هم توی دایرکت برای همه بفرستید، شاید افراد دیگه هم جاهای دیگه باشن که صدای ما رو نمیشنون. امیدوارم که این صدا انقدر قدرتمند بشه که بتونه خود به خود یک رستاخیز بزرگ در دل تک تک ما ایرانیان ایجاد کنه که دیگه هیچ اهریمنی نتونه دروازه های کشور ما رو به ناحق باز کنه و به کشور ما تسلط پیدا کنه. پاینده ایران، جاوید شاه و درود به همه دوستان.